بچه سلام، حالتون چطوره؟ خوب هستین؟ امروز اومدم درباره شربت دهی به زنبورا صحبت کنم و میخوام بگیم که چجوری باید به زنبور شربت بدیم. آخه سال خیلی از این مورد که ما چقدر باید شربت بدیم، اصلا شربت باید بدیم شربت ندیم، چیکار کنیم چیکار نکنیم. بریم ببینیم چجوری میتونیم شربت دهی بکنیم و چه نکاتی داره. بچه ها، اولین گزینه‌ای که باید توی شربت دهی رعایت کنین اینه که ببینید شهد منطقه شما شروع شده یا نه. شما قبل از این که شهد منطقه شروع بشه مجبورین به شربت دهی. بچه ها، این تفکرات سنتی گر اون ما نمیخوایم شربت بدیم و ما شکر ردیم و اینا رو بذارین کنار، کلا قبل از این که شهد منطقه شما شروع بشه مجبورین به شهد دهی، باید بهش شهد و شربت بدین. همون منظورم شهد همون شربته که زنبور بخوره، قوی بشه، عسل غذای مورد نیاز بچه‌هاشو تامین کنه، بعدش موم بافی بکنه و وقتی که شهد شروع شد شهد رو درون اون مومایی که با شکر بافته بزنه، نه اینکه هم شهد از اون بزنه و دیگه اون کشش نداره اون منطقه شما که این همه کارهای زنبور اون شهد انجام بده. برای همون شهد رو میتونید ذخیره کنین که تبدیل به عسل بشه. دومین نکته که بگم این که بچه ها، شهدی که میخوایم به زنبور بدیم به خاطر که زیاد ذخیره نشه، یک به یک، یعنی یک لیوان شکر یک لیوان آب، یعنی برای هر بخوای مثلا قاطی کنی یا یک کیلو یک لیتر آب یک کیلو شکر، به نظر من بهترین پیمانه که داریم یه لیوان شکر یه لیوان آب قاطی میکنیم و هم دیگه حالا هر چند تا هستش میدیم. بعد یه سال دیگه خیلی مهمی که پیش میاد اینه که من بذار اصلا بریم سر زنبور بهتون بگم مثلا چوری شربت بدیم. یه سال خیلی مهمی پیش میاد، آقا ما چقدر شربت بریزیم؟ یا مثلا یکی از بچه‌ها میگه من مثلا رفتم یه جایی گفت دیدم که مثلا شربت توپ آخر پر کرده مثلا برای زنبور 5 قاب 4 قاب. خب این قدرت خوردن اینو نداره. شما باید بچه‌ها برای شروع شربت دهی از یک لیوان استفاده کنی. یک لیوان شربت برای یه زنبور تو این شربت خورش می‌ریزین خیلی ریلکس. یک لیوان شربت اینجوری می‌ذاری اینجا پر کنار زنبور، یک لیوان شربت مثلا یک لیوان تعین یک لیوان می‌ریزین و مثلا به صورت چشمی یک لیوان می‌ریزم یا کنه تمام. دیدین چقدره؟ مثلا یک سومشه، یک چهارمش مثلا می‌ریزی میشه یک لیوان. وقتی یک لیوان می‌ریزی اگه اینو فردا خورد این شربت رو اومدین در کندو رو باز کردین دیدین شربت رو خورده، پس قطعاً این زنبور توانایی خوردن شربت داره، چون که زنبور باید شربت رو بخوره، اگه نخوره یه مشکلی هست یه مریضی داره. پس اگه یه لیوانو خورد که خورد، فردا دو لیوانش میکنین. برای اونایی که بچه‌ای که میخوان زیاد مثلا شربت بدن یا مثلا زنبورشون گنجایش شربت خوردن داره، یه لیوانو خورد فردا دو لیوان می‌ریزیم، دو لیوان خورد فردا سه لیوان می‌ریزیم اگه می‌خواید تغذیه‌اش کنیم، وگرنه احتیاجی نداره که مثلا یهو ما بیایم اینو پر کنیم. خب زنبور یهو شوک بهش می‌خوره، مثلا این همه شربت رو می‌نه می‌خورم باد می‌کنم و مریض میشم. فکر کنم نکته کاملش من گفته باشم، ان شاءالله که استفاده کنید لذتش ببرید. خیلی دوستتون داریم، شربت دهی هم حتما باید انجام بدی، یعنی زنبور باید شربت بخوره، اگه شربت نخوره یه مشکلی داره. خیلی مخلصیم.